سرخط خبرها و مهمترین ها. ساله انتقادهای وزیر خارجه ترامپ از اشرف غنی را ابردروغ خوان. ذبیح الله مجاهد: نظام طالبان سقوط نمی کند. پاکستان به جهان: طالبان واقعیت افغانستانند و باید با آنها تعامل کنیم. افشای خیانت وحشتناک دیگر در حق ملت مظلوم افغانستان. مشروع خبرها: معاون سابق اشرف غنی حرفای مایک پامپیو در مورد نقش غنی در سقوط دولت پیشین را ابردروغ توصیف نمود. امرالله صالح گفت قصد دفاع از اشرف غنی را ندارد، اما حکومت غنی مانع صلح نبود. او این انتقاد وزیر خارجه سابق امریکا را رد کرد که فساد و بیکفایتی حکومت غنی باعث فروپاشی دولت شد. امرالله صالح در رشته تویت بار دیگر امریکا را متهم کرد که در تعامل پنهانی با پاکستان و آشکار با طالبان افغانستان را به کام رولپندی انداخت. او افغانهایی را که روی نقش اشرف غنی و تیمش در سقوط حکومت انگوش میگذارند غافلهای وطنی خوان. کتاب خاطرات پامپیو روز پنجشنبه روانه بازار کتاب شد. او در این کتاب با لحن تند و تحقیرآمیز اشرف غنی را بدترین رهبر و متقلب تمام عیار توصیف نموده است. پامپیو نوشت که وقت مذاکرات و صلح با طالبان شدت گرفت، اشرف غنی همیشه یک مشکل بر سر راه مذاکرات بود. اشرف غنی برخلاف آمریکایی‌ها بر انتقال قدرت و شرکت طالبان در انتخابات تاکید داشت. صالح نوشت که انتخابات و حفظ ارزش‌ها قیمت داشت و آمریکایی‌ها حاضر نبودند این قیمت را بپردازند. کاخ سفید امیدوار بود که حکومت بعدی با اشتراک طالبان در اثر مذاکرات و تمام جریان‌های سیاسی به وجود بیاید، اما خروج نیروهای خارجی و فروپاشی سر حکومت غنی به دلیل شکست ارتش در برابر طالبان به این طرح مجال نداد. ذبیح الله مجاهد: نظام طالبان سقوط نمی‌کند. سخنگوی طالبان به گزارش اخیر اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد گفت نظام طالبان ریشه‌های عمیقی دارد و به کمک‌های خارجی متکی نیست سقوط کند. سازمان ملل پیشتر گفته بود افغانستان با بحران انسانی و خطر فروپاشی مواجه است. اوچا میگوید با پایان جنگ 20 ساله بین طالبان و حکومت پیشین، افغانستان در حاکمیت طالبان دوره جدید را آغاز کرده که مشخصه از آن بحران اقتصادی، گرسنگی، سوء تغذیه، افزایش شدید فقر در شهرها و روستاها، فروپاشی سیستم صحت، خفقان رسانه‌ها و طرد تقریبا نیمی از جمعیت، یعنی زنان و دختران، از زندگی است. این اداره سازمان ملل توضیح داده که فروپاشی حکومت پیشین منجر به تعلیق کمک‌های جانی شد، کمک‌هایی که قبلاً 75% از هزینه‌های عمومی از جمله حفظ سیستم صحت را تشکیل می‌داد. آمریکا و جبهه مقاومت: دستی که به سوی مقاومت دراز شده اصلی نیست، چودنی است. جنگ فرهنگی بزرگ در راست. تمرکز غرب بر افغانستان شمالی معطوف شده است. چرا آمریکا و غرب در حال ارزیابی جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعودن؟ برگ برنده در دست امام علی رحمان است. تاجیکستان در حوزه پنجشیر است و میتواند یک دالان ترانزیتی برای جریان پول، نیروی انسانی و مواد غربی برای تقویت توانایی جبهه مقاومت فراهم کند. افغانستان شمالی تا پیش از رسیدن فصل گرما استقلالش را به دست می آورد. تاجیکستان به حیث دروازه ترانزیتی پنجشیر انتخاب شد. لپتاپ اشرف غنی به ISI فروخته شد. منبع موثق: روسیه از هسته داخلی توطئه به جان مسعود خبر داد. در آخرین روزی که نظام جمهوری سقوط میکرد، در اثنای گریز تمام یادداشت‌ها، اسناد و لپتاپ اشرف غنی به سکرترش عزیزون امین احمدزی تحویل داده شده بود. یوفگاتی پیرماکوف مقام ارشد روسیه در سال 1997 به دکتر عبدالرحمن خبر داده بود که در اطراف احمد شاه مسعود یک حلقه داخلی توطئه تشکیل شده است. گزارش بود از رزاق مامون. پاکستان به جهان: طالبان واقعیت افغانستانند و باید با آنها تعامل کنیم. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل میگوید که جهان نمیتواند با طالبان مقابله کند، چون به گفته او طالبان واقعیت افغانستان و باید با آنان تعامل صورت بگیرد. نماینده پاکستان در سازمان ملل در مصاحبه با بی بی سی گفته است ما نمیتوانیم به مقابله با طالبان ادامه دهیم، آنان واقعیت افغانستانند، طالبان اداره تمام کشور را در دست دارند، بنابراین ما باید با آنان تعامل کنیم. آقای اکرم در این مصاحبه خواستار بررسی یک استراتژی جدید برای تعامل و متقاعد کردن طالبان برای توجه به نگرانی های جامعه بین المللی در مورد حقوق سیاسی به ویژه حقوق بشری در افغانستان شده است.
به گفته او استراتژی که تاکنون در برابر طالبان از سوی جهان کار گرفته شده اثر بخش نبوده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل تاکید کرد ما باید راهبرد جدیدی برای مشارکت و ترغیب آنها به هدف اصلاح رفتارشان و ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان پیدا کنیم. او با اشاره به سیاست‌های کلی طالبان گفته است که اگرچه برخی از تصمیم‌های این گروه برای جامعه جهانی به ویژه برای پاکستان غیر قابل قبول است، اما کشور چاره جز کنار آمدن با طالبان در همسایگی خود ندارد، چون به گفته او هر اتفاقی که در افغانستان بیفتد بدون شک برای پاکستان نیز تأثیر دارد. آقای اکرم همچنان خواهان ادامه روند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان شد و هشدار داد که اگر حمایت بین‌المللی یا کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان قطع شود، جهان با یک وضعیت وخیم از جمله افزایش تروریسم مواجه خواهد شد. این در حالی است که پیش از این نیز بارها مقام‌های پاکستانی خواهان تعامل با طالبان افغان شده بودند. پیش از این عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان گفته بود که هیچ جایگزینی برای طالبان در افغانستان وجود ندارد و برای پیشبرد امور با طالبان باید با آنان تعامل شود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان چند پیش در یک نشست خبری گفت که طالبان افغانستان حقیقت و طالبان پاکستان فتنه است. او میان طالبان پاکستانی و افغان تمایز قائل شد و افزود که طالبان افغان واقعیت انکارناپذیر افغانستان است. پامپیو در کتابش اشرف غنی نامحبوب ترین رهبر برایم بود، صدای آمریکا این بار گزارش می‌دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در کتابش محمد اشرف غنی را نامحبوب ترین رهبر خوانده است که با وی ملاقات کرده و از او به عنوان خار فرارای تلاش‌های صلح در افغانستان یاد کرده است. پامپیو در کتابش که با قفسچه های کتاب فروشی ها رای یافت، در قسمت های به مسائل افغانستان به ویژه تعامل واشنگتن با حکومت محمد اشرف غنی، مذاکرات صلح افغانستان و چگونگی کمک امریکا به افغانستان پرداخته است. در این کتاب پامپیو ادعا کرده است که فساد مشکل عمده حکومت پیشین افغانستان بود و به گفته وی غنی و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به بانهای فساد اجازه دادند که میلیون ها دلار کمک ایالات متحده را بربایند. پامپیو نگاشته است که با ده‌ها رهبر جهان به شمول کیم جونگ اون، شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین ملاقات کرده است، اما به گفته وی غنی نامحبوب ترین آنان بوده است. او نگاشته است که غنی تنها به آرزوهای خودش و باقی ماندن در قدرت فکر میکرد. او گفته است یک بار حس هم نکردم که او غنی آماده باشد که برای کشورش خطر از دست دادن قدرت را بپذیرد. این حالم را برهم میزد. محمد اشرف غنی در زمان ریاست جمهوری خود چندین بار ادعا کرده بود که برای افغانستان صلح با عزت خواسته و برای تحقق این هدف حاضر است که از قدرت کنار رفته و حتی جان بدهد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.